سلام به روی ماهتون، من اومدم با یه سینی فینگر فود خوشمزه و راحت که واسه مناسبت های مختلف میتونین تو خونه درستش کنین. بریم ببینیم چه جوری آماده میشه. اول بریم سراغ درست کردن مینی پیتزامون. واسه آماده کردن خمیر مینی پیتزا، شیر، آب گرم، روغن، شکر و خمیر مایه رو میریزیم داخل یه ظرف و خوب هم میزنیم. بعد آرد رو تو دو مرحله به همراه نمک بهش اضافه میکنیم و با هم مخلوط میکنیم. یکم که منسجم شد چند دقیقه با دست ورزش میدیم. راستی این خمیر چون چسبنه که هر جا حس کردیم که به دستمون میچسبه دستامون رو آردی میکنیم. آخر سر خمیرمون رو گرد میکنیم و میذاریم داخل ظرف و روش رو سلفون میکشیم. میذاریم توی جای گرم و تاریک تا یه ساعت استراحت کنه. حالا بریم سراغ مواد روی پیتزا و داخل برکمون که میتونیم به سلیقه خودتون تغییرش هم بدید. من پیاز رو تفت دادم و بعد گوشت یخ کرده رو بهش اضافه کردم و اجازه دادم یکم با هم بپزم. فلفل دلمه یه رنگی ریختم داخلش و ادویه هم زدم. قارچه خرد شده رو بهش اضافه کردم و گذاشتم یکم آب قارچ کشیده بشه. بعد یکم رب زدم تا خوش رنگ تر بشه. خمیر پیتزامون استراحت کنه اول برکا رو میپیچم. واسه برک من از خمیر یوفکای مثلثی استفاده کردم. شما میتونین از هر مدلی که دوست دارین استفاده کنین. از موادی که آماده کرده بودم ریختم روی خمیر و پنیر پیتزا هم بهش اضافه کردم. مطابق تصویر پیچیدم و گذاشتم کنار تا بعدن سرخش کنم. بریم سراغ ادامه درست کردن مینی پیتزاهامون. بعد که خمیرمون استراحت کرد میز کار رو یکم آرد پاشیدم تا بهش نچسبه. پف خمیر رو گرفتم یکم با دست ورز دادم تا هوای داخل خمیر گرفته بشه. بعد با وردانه بازش کردم تا جایی که قطر خمیر حدود نیم سانت بشه. بعد با لبه لیوان خمیر رو برش زدم. اگه دیدین خمیر به لیوان میچسبه لبه لیوان رو آردی کنید. خمیر برش خورده رو یکم با دست باز کردم و سس بهش زدم. بعد پنیر پیتزا ریختم و از موادی که واسه برک استفاده کرده بودم ریختم روش. مجدد پنیر پیتزا ریختم. آخر سرم یکم آویشن زدم که خوشمزه تر شه. وقتی تموم شد پیتزا رو گذاشتم داخل فر از قبل گرم شده تا با دمای 170 به مدت نیم ساعت بپزه. بریم سراغ سومین مدل فینگر فودمون، یعنی کلاب ژامبون. واسه کلاب ژامبون من نون توست، کالباس و پنیر ورقه‌ای رو با کاتر برش زدم. مطابق تصویر روی هم میچینم و روش هم یه گوجه گیراسی گذاشتم و با یه خلال دندون فیکسش کردم. تو
مرحله آخرم بورک هایی که پیچیده بودم و سرخشون کردم. خب به همین راحتی سینی فینگر فودمون آماده شد. امیدوارم درست کنین و خوشتون بیاد.